میگیم که با فیضش نام یه جواب. بازم خوش آمد میگم به همه عزیزان و میکروفون اگر بازم این سپاس بودار میشه. این چراغ هم خوب انجام اگر میشه بله بچه داشت کنید اجارت میگشه بیشتر. خب خوش آمد میگم به همه شما عزیزان از راه دور و نزدیک که با ما هستید. چهره های را این بعد از مدت ها در این دوران قرنطینه ندیدیم. این دلیل خوش آمد میگم با جناب فائزه عزیزم خانه عزیزم که با ما هستید. باشی که خداوند برکت بده بتونیم بر خیلی مرسی با بودیم بتونیم با فیض خدا بازم کلیسا نه فقط ما همه کلیسا کلیسای مسیح بتونن دوباره ایماندارا رو دور هم داشته باشن و با فیضش نام رو جلال. امروز که مصادف هست با 14 فوریه که میشه والنتاین، در اصل گواه بر این هستش که کلیسای مسیح بنیان گذاشته شد برای محبت، برای عشق و درش قدرت هست. قدرت قوی که بتونه نام خدا رو جلال بده. همونگونه که میدونیم کلیسای پسند مسیح در طول بیش از 12 که خدماتش رو در بین ایران و ایرانیان نیز آغاز کرده، گذشته از این که در فکر اندیشه رسوندن خبر خوش نجات بوده برای همه هموطنان عزیزمون، چه خارج از ایران چه داخل ایران، سازمان ونگارد پیس میکرز رو تأسیس کرده و کلیسا شبکه خدمات همه ما تحت پوشش این سازمان که به نام پیشتازان صلح هستیم و خدا من بیش از 20 سال پیش موقع ورودمون توی آمریکا با قلبم صحبت کرد که ایران چه اتفاقای بدی خواهد افتاد که خدا میخواد از ما استفاده کنه، دستی باشیم از طرف خدا برای ترک معتادین، بچه های خیابانی و زنان خیابانی که اصلا اون موقع چنین چیزی اصلا نبود، یعنی اصطلاحی نبود. زنان خیابانی الان متاسفانه خیلی مطرح شده و بتونیم برای خانواده های بی سرپرست باشیم و به این روش خبر خوش نجات رو به گوش ایرانی ها برس. توانسته این به نوع این خدمات رو داشته باشیم، اما به تنهایی نه، بلکه این تیم یک گروه است. لطفا در دعا باشید. عزیزانی که مایل هستن عضو این سازمان بشن میتونن روی سایت ما برن pwoc.church و اونجا قسمت عضویت رو پر کنن و با شما تلفن 818-7-4-0 با ما تماس بگیرن. اینک ما کلاسایی رو داریم به توسط بعد از اون امین جان که شبهای ایماندار هست. تشکر کنم عزیزان رو. لطفا وقتی ما مسیح ایمان میاریم ایمان داریم، روح ما بخشیده شده، اما روان ما میتونه مانند جسم ما آسیب‌هایی در گذشته خورده باشه، بعد از ایمان هم با ما باشه. میتونید یکی شاید مثال بزنید یا دوتا شو مثل؟ حالا ازدواج رابطه های ناموفق، ولی خب از من درون میگم، درون شخص هست، حسادت، خش، ترس، ناامیدی، غرغر، شکایت، همه اینا میتونه به دلایلی که حتی از نظر علم روانشناسی درست در رسول باشه. رسول میباید بعد از ایمان تراپی بشه در حضور خدا، مسلماً در کلیسا شنیدن کلام خدا، مسلماً در خواندن ادبیات مسیحی، مسلماً با خوندن کلام در کوری روح القدس، همه اینا امکان پذیر هست. اما باید بیاموزیم خیلی موقع‌ها که ما چگونه باید قفل بستر رو باز کنیم. خیلی از قفلا هستش که به راحتی ما میتونیم باز کنیم، ولی قفلایی که رمز داره رمزشو ندونی نمیتونیم باز کنیم. پس این هوشیاری باید داشته باشیم، از در این کلاس‌ها شرکت کنیم تا باعث رابطه‌های درستمون بشه با دیگران، رابطه خودم با خودم درست بشه، عادت‌های زشت رو از زندگی خودم پاک کنم و اگر میبینم معایبی در من هست بتونم رفع رجوع کنم با فیض و قوت خداوندمون عیسی مسیح. پس تشویقتون میکنم در این کلاس ها باشید. تشویقتون میکنم پنجشنبه ها لطفا با ما باشید، روی فیسبوک حداقل میتونید باشید. بازم ازتون میخوام برای اتحاد لطفا روی فیسبوک یا همین الان که هستید با آمین هاتون این اتحاد رو نشون بدید که با ما هستید.
چون که شیطان رو خوشحال میکنیم وقتی ما میگوشن اونا رفتن دیگه کلیساها تموم شد. نه کلیساها اتفاقا قوی تر شده. توی دنیای مجازی هستن که دارن بیشتر از گذشته فعالیت میکنن. کلیساهایی که قبلا 50 تا عضو داشتن الان 500 تا عضو دارن. و خادمینی که گمنام بودن امروز ما میبینیم در این دنیای مجازی واقعا شناخته شدن. چه کلامهای قوی دارن. خود من از خیلیاشون برکت گرفتم. حتی باشون رابطه برقرار کردم. با هم دوست هستیم. توی برنامه تلویزیون میاد. چون دیدم عجب کلام قوی دارن این برادران ما یا خواهرانی که این خدمت رو میکنن. پس تشویقتون میکنم لطفا این اتحاد رو داشته باشید. روی فیسبوک روی اینستاگرام یک دلی ما رو میرسید. سه شنبه از ساعت 6 صبح تا ساعت 9 صبح من و گروه دعا که مسئولیت گروه دعا خواهرمون زینا جان هستن لطفا میتونید تماس بگیرید. با شما تلفن 818-4-0 تا با هم دعا کنیم. از ایران ما تماس های بسیاری میگیرم و گواهی های بسیاری داریم در طول این 12 سالی که خداوند ما رو برکت داد. میکروفون رو لطفا بدید به یا فائزه عزیز یا فاتی عزیز هر کدومتون که در قلبتون هست برای کلام خداوند برای این روز زیبا والنتاین دعا کنیم. بازم یک بار دیگه روز والنتاین به همه تبریک میگم. روبن جان امروز میخوام بیای بشینی کنار زینا جان. مرسی. امروز دیگه روزیه منم میتونستم میرفتم شکل زهره جان میشستم و میدونم شما زینا رو چقدر دوست داره و زینا شما رو چقدر دوست داره. غیر از این باشه حالتون میگیم حالتون میگیم مگه میشه؟ باید زراشوهر هم بیا یه صندلی بذار اونجا بغلت بشین. روبن عزیزم همیشه این دل قشنگ داره وقتی میاد تو کلیسا فقط مشغول خدمت. امروز میخوام بشینی کنار همسر خوبت و برکت بدی. یه ماچش کن اشکال نداره. خدا رو شکر. واقعا خداوند به منم برکتی داده که زهره عزیز در طول این سالها که خداوند رو خدمت میکنم تصورم بر این هستش که اگر حمایت همسر خوب من زهره جان نبود حقیقتا این راه سخت و دشوار رو نمیتونستم. بعد از اون فرزندان و همچنین خادمی رهبران خوبی که کنار من هستن و اعلام محبت و عشق به همه شما عزیزان میکنم و همچنین شما عزیزانی که با ما هستید. سپاسگزار میشم هر کدومتون که میتونید لطفا برای کلام خداوند دعا کنید. میکروفون رو لطفا به فائزه عزیز یا فاتی جان بدید. ای خداوند من پدر آسمانی با شکرگزاری به حضورت میام خداوندم. شکر میکنم خداوندم که تو امروز رو خداوندم این دنیا امروز رو به روز عشق خداوندم نامیدن خداوندم و این توی قلبهای ما چیز شده که در درون خودمون در اطرافیانمون ببینیم خداوندم بیشتر از قبل به هم دیگه عشق بدیم خداوندم. خواهش. ای پدر جان تو اون عشقی که خودت نسبت به ما داری در ما قوی کن پدر جان. در نام عیسی مسیح ازت میطلبم بذار از تو عشق رو یاد بگیریم خداوندم. ای پدر آسمانی گوینده کلامتو میارم به حضورت خداوندم. افکار اونو، دهان اونو، گوشهای اونو تقدیس کن خداوندم. تا هر چیزی که از دهانش خارج میشه از کلام تو و خاص اراده تو باشه خداوندم. و همچنین خداوندم گوشهای ما رو باز کن خداوندم تا از کلام تو برکت بگیریم خداوندم. پر کن روح قدوس و خداوندم این کلیسا رو پدر جان. شکر دارم همه اینا رو در نام عیسی مسیح خداوند زنده می طلبیم با ایمان شکرگزاری و شادی روح دریافت میکنیم. آمین. 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 در چنین روزی همون گونه که همه ما به هر حال به نوعی میدونیم مطلع هستیم قرن سوم به خاطر اینکه دولت روم تصمیم گرفتش که سربازها از اونجایی که بتونن بهتر بجنگن به هیچ وجه ازدواج نکنن و هیچ رابطه با دختری نداشته باشن که این مانع بودنشون در جنگ و استقامتشون بشه. کششی به نام والنتاین در 14 فوریه اعدام میشه به خاطر اینکه مخالفت میکنه با این قانون و میایسته. مانند خیلی از ایمانداران مسیح که در طول تاریخ در برابر ظلم و ستم نیز ایستادند، مانند مارتین لوتر کینگ که اینها ایستادگی کردند و مجال اینو ندادند، مانند کشیش هایی که عزیز که در برابر نظام اسلامی نیز ایستاد
و حتی به کنگره آمریکا آمد به خاطر نجات کشیش مهدی دیباج و موفق هم شد که اونو از زندان آزاد کنه، هرچند بعداً به دست نظام اسلامی شهید شد ایشون و همچنین مهدی دیباج و خیلی از کشیش‌های دیگه. اما آنچرا که در اصل امروز دلیل این ابراز عشق و محبت هست از کلام خدا هستش و به درستی که کلام خداوند این رو به ما میاموزه که بتوانیم در مسیر عشق و راستی و محبت بایستیم. در یوحنا 4:7-8 اعلام میکنه: ای حبیبان یکدیگر را محبت نمایید، زیرا که محبت از آن خداست، چون ما شکل خدا آفریده شدیم. و کلام خداوند هم اعلام کرد: خوب نیست انسان تنها باشد. پس پیوند ازدواج در ابتدا از کتاب مقدس نشأت گرفته، قانون خدا، قانون در خدا مهیا کرده. پس میگه ای حبیبان یکدیگر را محبت نمایید، زیرا که محبت از آن خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است. یعنی در این مسیر خلقت خدا که هدف اصلیش بوده قرار گرفته. پس ما به شکل خدا آفریده شدیم و خدا را می شناسد زیرا خدا محبت هستش. و این همون کمپین خدا محبت هستش که توانستیم با فیض خدا ایران رو تکون بدیم. بر در و دیوارها نوشتن خدا محبت است، که حقیقتا هم خدا محبت. صدای من کم و زیاد میشه، اگر مشکل داره میکروفون من؟ بله، سپاسگزار میشم. و خود کلیسا تصمیم اصلیش بر این هستش که بتواند در مسیر محبت عمل و غیر از این نمیتونه عمل. این محبت رو در ابتدا با مهربانی نسبت به هم دیگه، ذات خدا محبته، آمین، ولی مهربانیش من و شما باید باشه نسبت به هم دیگه، نسبت به رابطه هامون. پس توی کلیسا مرکز مهربانیه. خودمون رو چک کنیم به عنوان خادم، به عنوان عضو کلیسا، آیا قدرت مهربانی در من هست؟ آیا دلسوزی در من هستش نسبت به اعضای کلیسا، نسبت به مردم توی این جهان؟ آیا این هست در من؟ بعد از این امیدیه که ما به توسط مسیح گرفتیم، امید به نسبت به این که ما در مسیر اراده خدا قدم برداریم، غیر از این هم نمیتونیم باشیم. الان در دورانی هستیم که اکثر مردم جهان ناامید و نگران و ترسان هستن، ولی کلیسا امید اونهاست، ایمانداران هستن که میتونن امید اونها باشن. آیا این امید در دل شما هستش که در این روزهای سخت بتوانید دیگران رو دستگیری کنید یا نه؟ اگر نیست خودمون رو چک کنیم، از حضور خدا، از روی خدا پر بشیم. پس مهربانی، امید، نکته بعدی تشویقه، که روحیه تشویق داشته باشیم، همدیگر تشویق کنیم به نیکویی ها، به اعمال خوب، به طور خاص خادمین روحیه تشویق باید داشته باشیم. حتی خادمین مطابق کلام خداوند به ما میاموزه که اگر شما میخواد یه نفرم توبیخ کنید، اول باید اونو تشویقش کنی به نیکویی هاش، بعد توبیخش کنی. نمیتونی بری توبیخ، چون میشه مثل مردم دنیا. پس مهربانی، امید، تشویق و بعد احترامه. احترام همون گونه که در طول این سالها آموختیم اساره عشق. ادای احترام قرار نیست کسی دراره، اداشو نمیخوایم دراریم. حقیقتا قلبا یه نفر دوست داشته باشیم، قلبا باش در تماس باشیم، قلبا بهش بگیم دوستت داریم، ریا نکنیم، قلبا باشه. نه اینکه بگیم حالا ما این کارو انجام بدیم مثلا آبرومون نره دیگه، ما مسیحی هستیم. خیر، ما در مسیحیتی رو نمی آموزیم، همه چیز قلبیه و بتونیم قلبا نیز احترام بذاریم، همدیگر تشویق کنیم، احترام بذاریم به طور خاص به پیش کسوتان، مانند بدر روبن عزیز، مردان و زنان ایمان، کسایی که سن بالایی دارن. کلام خدا از ما میخواد توی ده فرمان وقتی میگه پدر مادر خود رو احترام بذار، پدر مادرها سنشون میره بالا دیگه، مثل من که جوان نیستن، همه سنشون هم بیشتر میشه. پس بنابراین چیزی که هست باید بهشون احترام بذاریم و این احترام متقابلا باید بشه. پس کلیسای مسیح بنیان گذاشته شد برای
احترام و محبت. شاعر نیز اعلام میکنه: ای که میپرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. اون مهربانی که عرض کردم زبانی فقط نمیتونه باشه. عشق یعنی گل به جای خار باش، پل به جای دیوار باش. عشق یعنی دشت گلکار، دشت گلکاری شده، در کویری چشمه‌ای جاری شده. بتونیم جاهایی که میبینیم که حقیقتاً احتیاج به یک محبت هست، به یک مهربانی هست، امید هست، تشویق هست، اونجا قدم برداریم. ولی معمولا انسان ها اینجوری هستن، وقتی یک نفر هستش که میلیون ها انسان رو دارن تشویق میکنن، ما هم کنار اونها ایستادیم. ولی افراد تنها رو گویا نمیبینیم، کسایی که نیاز دارن، چه بسا کنار دست ما هستن، چه بسا توی خانواده ما هستن، چه بسا عضوی از کلیسات هستن، همکارت هست، نیاز به محبت داره، نیاز به تشویق و امید داره. اما غافل میشیم. هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود. چرا؟ همون گونه که کلام خداوند در غزل غزلها اشاره میکنه که محبت از مرگ زورآورتر هستش و میتواند زندگی ما رو در جایگاه خوب قرار بده. امروز میخوام کلام خداوند رو با یک سوال آغاز کنم و اون این هست: آن چیزی که هرگز ما رو رها نمی‌کند، آن چیزی که هرگز ما رو رها نمی‌کنه، حتی برای مدتی از دستش اگرم پنهان بشیم، گویا داره با ما قایم موشک بازی می‌کنه و میاد دوباره ما رو پیدا می‌کنه و حتی تا مرزی که صدای ما رو در میاره، ناله ما در میاد، فغان ما در میاد که دست از سر ما برداره، اما میبینیم که پیوسته با ما رو تعقیب میکنه. حتی اگر در تجربیاتی جدید بتونیم از اون رهایی پیدا کنیم، باز جای دیگه‌ای به دام اون موضوع گرفتار میشیم. اون چیه؟ بگید لطفا، بگید. بله، وجدان. چقدر خوبه که واقعا این وجدان همیشه با ما باشه، ولی متاسفانه خیلی ها حسن اصلا وجدان ندارن دیگه، وجدانشون سوخته، پس وجدان نمیتونه باشه. بله؟ نه، خدا که چشماش به ما هست همیشه، ولی خیلی ها هستن که از خدا فرار میکنن، دیگه تموم شد دیگه، اونا میرن. یه خدا که به زور نمیاد یکی رو بگیره که. من این که دارم میگم ولت نمیکنه، مدام دنبالته، به زور میخواد تو رو بگیره دیگه. نه، اگه محبت واقعا این گونه بود که چقدر خوب بودش، اگه این محبت ما رو رها نمیکرد چقدر خوب بودش. خوش آمد میگم عزیزان. من یه سوالی که هم دوباره این سوال رو میکنم: چه چیزی هستش که از دوران کودکی تا مرگ ما رو رها نمیکنه؟ نه خب بله، شیطان رها نمیکنه، ولی مسیح وقتی با ما هست دیگه اون نمیتونه دنبال ما بیاد. بله، خب عقده‌های روانی نه، اونم میتونیم شفا پیدا کنیم. بله، نه مرگ هم هست، ولی ما میدونیم که میتونیم خودمونم مواظب خودمون باشیم به مرگ به این زودی حداقل نرسیم. مرگ هستش، هوای نفس. خب معلومه که شما هیچ کدوم مشکلات و سختی ها ندارید. مشکلات و سختی ها است که هرگز انسان رو رها نمی کنه، هرگز رها نمی کنه. از دوران کودکی با ما هست، میگیم این دوران تموم میشه، حالا نوجوان که شدم این کارو میکنم، این کارو اون میرسیم، میبینی یه چیز دیگه اومد، میگی حالا ازدواج میکنی دوباره یه مشکل دیگه تو ازدواج میاد، حالا میگی بچه دار میشه تو موقعیت بچه دار شدنه، حالا بچه ها ازدواج میکنن تو ازدواج بچه ها. یعنی این مشکلات و سختی ها متاسفانه همیشه با ما هست و ما رو رها نمیکنه و این دشواری ها روز به روز در کنار ما قدم ما نیز قدم بر می داره. هرچند با صبر و شکیبایی سعی میکنیم که تحملش کنیم، اما هرگز اون رهایی رو از اون نخواهیم داشت و به مکان و زمانی هم وابسته نیست و شر و حالش
کسی هم میتونه متفاوت باشه. اگر این میکروفون من بخواد بازه قطع و وصل باشه، نمیدونم آیا مشکل ایجاد نمیکنه. شاعری اعلام میکنه: از درد دل خود به فغان، از این مشکل، از این سختی، از درد دل خود به فغانم چه کنم و زندگی خیش به جانم چه کنم. صبر است مرا چاره و دانند همه، لیکن من بیچاره ندانم چه کنم. حقیقتا هیچ کس نمیتونه از اون مشکلات، از اون سختی ها رهایی پیدا کنه. سپاسگزارم برادر رومن عزیزم. و گویا مشکلات و دشواری ها در این دنیا هرگز کسی رو رها نمی کنه و قسمتی بزرگ از زندگی انسان ها را تشکیل میده و مانند فرمول ریاضی، فرمول شیمی، فرمول فیزیک، یک تعریف و یک کاربرد در تمام دنیا داره، در تمام جهان داره و جزی از طبیعت انسان میشه در این گیتی که او رو در این مسیر متاسفانه همراهی میکنه و مجال آرامش رو به انسان نمیده. خوب شد صدای من؟ نه. باز شاعری اعلام میکنه نسبت به این مشکلات و سختی ها که میگه: زدم تو گوش مشکلات زندگی، رفت بزرگترش رو برد. و خیلی موقع هستش که ما مشکلات و سختی های زندگیمون رو وقتی که فکر میکنیم داریم ازش آزاد میشیم اما هنوز نرفته، متاسفانه میبینیم که در یک جایگاه بدتری قرار خواهد گرفت. سپاسگزارم. یه دست برای این روبن عزیزم بزنید که لطفا صدای منو به من بدید. در کتاب ایوب، هفت یک دو میخونیم که اعلام میکنه: انسان در روی زمین مانند یک کارگر، کارگر اجباری زحمت میکشه. او یا مثل یک برده. انسان در روی زمین مانند یک کارگر اجباری زحمت میکشد. دوران حیاتش با سختی و مشکلات است. یعنی سختی و مشکلات رو رها نمیکنه. به یاد میاریم وقتی آدم و حوا در باغ عدن بودن و عهد شکنی کردن و از روح مقدس خدا، روح القدس نیز غافل بودن، در اون زمان خداوند قبل از اینکه اونها رو از باغ عدن بیرون کنه اشاره میکنه به آدم و حوا، اعلام میکنه که قرار نبود مرد با عرق پیشانی و با رنج نیاز خانوادش رو به خانوادش برسونه، آنچه را که به عنوان معاش زندگیش بود بر سر سفره بذاره، اما از این به بعد مرد با رنج این کار را خواهد کرد. و همچنین به زن میگه قرار نبود که تو با درد زایمان کنی، چرا که روح خدا، روح القدس روح تسلی بود. پس به زن هم میگه تو از این به بعد درد خواهد داشت، یعنی قرار خدا توی خلقت درد و رنج نبود. عزیزان، این درد و رنج زمانی در انسان ایجاد شد که غافل بود از روح مقدس خداوند. و ایوب نیز ادامه میده: با سختی و مشکلات است، مثل غلامی که در آرزوی یافتن سایه ای است و مانند مزدوری که منتظر مزد خود میباشد، که در این سختی و این مشکلات زندگی رو باید سپری بکنه و آرامش نداره. شاید از این رو هستش که سهراب سپهری نیز این گونه میگه: زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر داره، آرامش نداره انگار، آنچرا که بتونه اونو راضی کنه درون نیست. و حتی داوود پادشاه با توجه به اون قدرت و مقام و شرایطی که داشت، که پیروانی داشت، حتی خدا به دوست داشت، داوود پادشاه نیز ما می‌بینیم که در مزامیر نسبت به مشکلاتش فریادها می‌زنه. اندیشمند اعلام می‌کنه تلخ‌ترین قسمت زندگی اونجاست که آدم به خودش میگه چه فکر کردی و چی شد؟ شده تو الان؟ درست یه ضرب چه فکر کردی؟
ولی دردید چه اتفاقی افتاد و داوود پادشاه میزیمونه در مزمور 13 2 الی 3 میگه تا به کی باید بار مشکلات را بکشم؟ تا به کی؟ تمامی نمیشه برای پادشاه با اون همه موقعیت او و شب و روز دلم پر از غم باشم، تا به کی دشمن من بر من برتری داشته باشه؟ تا کی میتونه قادر باشه که مرا آزار بده و اذیتم کنه؟ باز شاعری اعلام میکنه، نیست رنگی که بگوید با من، اندکی صبر سحر نزدیک است. هر دم این بان برآرم از دل، وای این شب چقدر تاریک است و هیچ آرامشی گویا درش نخواهد بود. اما خبر خوش این هست که مشکلات و سختی ها هرچند در طول ایام ما رو تنها نمیذارن، اما خدا ما رو تنها نمیذاره. خداوند هم با ما هست، او در تعقیب ما هست. هرچند خدا انسان رو آزاد آفریده، اما اگر با ایمانی راسخ به حضور خدا بریم و از او بطلبیم، او دست ما را خواهد گرفت. اگر توبه کنیم نسبت به آنچه که اشتباه کردیم، نسبت موقعیت هامون، احساسمون، غرورمون، تفکراتمون، اعمالمون، خداوند با فیضش ما را دستگیری میکنه. باز داوود پادشاه در کتاب دوم سموئیل نسبت به رهایی که شاول پیدا میکنه در باب 22 5 الی 7 اعلام میکنه، امواج مرگ به دورم حلقه زدند و امواج نابود کننده احاطه کردند، تنابهای گور به دورم حلقه زدند، ترس ها، نگرانی ها، اخبار بد. امروز توی دنیا مردم بیشتر اخبار بد رو میشنوند، اخبار خوب رو نمیشنوند، به طور خاص نسبت ویروس کرونا. اما تشویقتون میکنم اخبار خوب رو از کلام خدا بشنوید. آنچه را که امروز دو برابرش میکنن، یا به خاطر اینکه یوتیوبشون بره بالا جملات سخت رو مینویسن که شما و من بریم اونجا یه نگاهی بکنیم، یوتیوب طرف بره بالا برای خبرهایی که شاید خیلی ساده است ولی خیلی بد نشون میدن، کلام خداوند 2000 سال پیش اعلام کرده این اتفاقا میفته و اعلام کرده نترسید، نگران نباشید، همون گونه که من پیروز شدم شما نیز پیروز خواهید شد. داوود پادشاه اعلام میکنه و مرگ دام خود را بر سر راه هم قرار داده است. در مشکلات زاری نمودم، از خدای خود کمک خواستم و او از معبد خود ناله مرا شنید، از خانه خود و فریاد من به گوشش رسید. به گوشش رسید تا ما بتونیم با فیض خداوند شاهد روزهای خوش باشیم، نه فقط سختی، نه فقط مشکلات. یعنی به داد من رسیده، پس بنابراین در سختی ها، در مشکلات خسته خاطر نباشید و مطمئن باشید که خداوند مطابق فیضش عمل کنه. نویسنده اعلام میکنه افرادی که به مجرد برخورد با سختی ها کار را رها میکنن هرگز به جایی نمیرسن. ما در این روزها هستیم. ناامیدی میاد نسبت به بیزینس، نسبت به رابطه ها، خاکستری از افسردگی ذهن تو گرفته. حتی خیلی از محققین متخصصین روانشناسی برای این اعتقاد هستن این دوران کرونا وقتی تموم میشه مشکلات روانی کرونا میاد. من ایمان دارم ایمانداران مسیح اگر هر روزه با خدا وقت میذارن کلام رو میخونن، از روح پر میشن، حداقل رابطه دارن با کلیساشون، با خدا، اونها تراپی خواهند شد، اون بلا نمیاد سر این ایمان رو داریم. پس باید در این جایگاه نیست صفر محکم برسید. نویسنده این مزمور 32 6 الی 8 میگه پس هر شخص وفادار، کسی که این رابطه رو داره با خدا، با کلام خدا، پس هر شخص وفادار باید در وقت سختی و مشکلات به حضور خدا دعا کنه، تا اگر سیلاب سختی ها کرونا با شاخه های مختلف، تا اگر سیلاب سختی ها طغیان کنند به اون صدمه نرسانند، تو پناهگاه من هستی. داره اشاره به خدا میکنه و مرا از مشکلات نجات میدهی، با آواز بلند خواهم سرایی، زیرا تو مرا حمایت کرده ای خداوند. و خداوند میفرماید
من راهی را که باید بروید به تو خواهم آموخت و تو را هدایت و نگهداری خواهم کرد. که در مشکلات و سختیانم، که زبان ما، طرز فکر ما، اعمال ما توی یک جایگاه درست باشه، جایگاه سالم باشه. مسلمان شخصی که درش استرس هست، نگران هست، میترسه، حتی اگر حرف هم نزنه شما نگاه کنید متوجه میشید تو جایگاه درست نیستاده. آشپزی که در یک رستوران کار میکرد و حواسش بود یکی از مشتری ها وقتی که میومد خوراک میرفت میذاشت بهش میداد، فقط این شروع میکرد برو شکلید. حتی گاهی خوراک اون شخص رو این خوشمزه تر میکرد که بیشتر لذت ببره، ولی اونقدر طرز فکر و تفکر و دیگه تمرکزش روی مشکلات و سختی ها بود که هرگز از اون خوراک تعریف نمیکرد، نه تعریف میکرد نه بدش میکرد. آخر یه روز این آشپز خسته میشه، میگه ببین تو هر بار که میایی اینجا فقط درباره مشکلاتت میگی، میشه ازت خواهش کنم بیا توی آشپزخونه کار کنم؟ میگه باش. میاد توی آشپزخونه، جلوی چشممون سه تا ظرف میذاره روی گاز، توی یکیش سیب زمینی میذاره، توی یکیش تخم مرغ میذاره، توی یکی از این ظرف ها یه مشت قهوه میریزه. بعد که میجوشه سیب زمینی رو در میاره، میگه دست بزن به این ببین چجوری شد. میگه نرم شد. میگه خب مشکلات و سختی هم همین این است. میاد اونجایی که لازمه زندگی تو هست رو نرمت کنه، با اون سختی و با اون غرور نیست. و تخم مرغ برمی‌داره، میگه دست بزن. میگه خوب زرف شد. میگه این مشکلات و سختی هم میاد اونجایی که به شکننده هستی تو رو سرف کنه، تو رو قوی کنه. و برمیداره ظرفی که درش قهوه رو توش میده بوده، میگه بو کن. بو میکنه، میگه واقعا آدم حوض میکنه بخوره. میگه وقتی که درک درست از سختی و مشکلات داری، مانند این قهوه هم بوی خوشیه و هم به تو یک طعم میده توی زندگیت. پس هوشیار باش، تو در طول زندگیت تمام سعیت این بوده که دیگران مقصر بدونیست مشکلات اونها را هست و خیلی آنقدر در فکر اندیشه این هست که دیگران رو عوضش میکنیم، محیط رو عوض کنیم، غافل از این میشیم. اون کسی که باید عوض باشه منم، منم باید عوض باشم و در جایگاه درست قرار بگیرم تا بتونم در آن موقعیت که لازم هست به سر ببرم. مردان و زنان ایمان به تجربه و با شناخت هر روزه خدا در کلام، در دعا، در خدمت، در پوری روح القدس توانستن این مشکلات رو زیر پا بذارن. همه ما به خوبی میدونیم میز ایمان ما معنیش چیه؟ چهار تا پایه. الان هم اشاره کردم. بله؟ کلام خدا، دعا، خدمت و پوری روح القدس. اگر ما در این جایگاه بیستیم، این میز ایمان رو داشته باشیم، مسلم بدونیم که هرگز قدرتی مانند ترس، ناامیدی، نگرانی، افسردگی، شک و دودلی نمیتونه ما رو از پا در. هفته گذشته نسبت به همین مشکلات و سختی‌ها من فکر کردم. نسبت به دستی که داره میبینیم جلو که خوب نیست انسان تنها باشه. حتی انسان خوب نیست در مشکلات و سختی‌ها باشه. خدا نمیتونه ما میبینیم خدا من با قلب صحبت کرد نزدیک 134 معمولا این مهمه وقتی میرم در حضور آسمان خیلی رو هست که خدا برای تو برزنی صحبت من تو شنبا برای شما عزیزان وقت تخفیق عزیزان که میدیرسم نیدم میگیدید یا نه، ولی زمانی هست که من در حضور خدا هستم و وقتی که اونجا از کلام میشنم عنوان یک سخننده برای شما عزیزان نیستم. اونهایی که مایل هستند دو شنبه ها بهره بگیرن از این کلام، تشویقتون میکنم تلفنتون به من بدید که براتون بفرستم. اما بریم با هم دیگه این کلام رو بشنویم که اینو بدونیم اگر مشکلات و سختی ها خیلی بد بود و میتونست به ما آسیب بزنه، چرا هستیم؟ چرا در حیات هستیم؟ چرا داریم ادامه میدیم؟
مشکلات و سختی ها هست، اما اونقدر قادر نیستش که من و شما را از پا دراره. به طور خاص وقتی ما به خدا این ایمان حقیقی رو داریم، بعد مزمور 124 از 1-8 اگر خداوند با ما نمی‌بود، اسرائیل الان نمی‌گرد. اگر خداوند با ما نمی‌بود، وقتی که آدمیان با ما مقاومت بودند، آنگاه هر یک ما را زنده فرو می‌بردند. بله، اگر خدا با ما نبود، به یاد بیاریم روزهای سخت که داشتیم، روزهایی که نزدیک بود، حتی روزهایی که در این دوران خیلی از رئیسان هستن به ما تماس گرفتن، بعد از ما فکر کرونا داریم، خب ما براشون دعا کردیم، بعد رفت تست دادن که کرونا رو سر ما بوده. ولی شما میدونید فکر که من کرونا دارم چقدر به اون آسیب زده، چقدر از نظر روانی اون رو پایین کشیده، و خیلی هم موضوعات دیگه توی زندگی ما هستش که متاسفانه نگرانی های بیهوده هستش. سالها پیش بین 19,000 مادر فرانسوی وقتی آمار گرفتن که نگران فرزندانشون بودن، متوجه شدن فقط 11 تای اونها نگرانشون بر حق بوده، بقیه بی خود نگران بودن. خیلی موقع نگرانی های ما بیهوده هستش. و اینجا کلام خدا داره این رو میگه، میگه گذشته ای رو که تو امروز پشت سر گذروندی، رفع مشکلات و سختی ها شده، خدا با تو بوده. درسته اشاره به اسرائیل میکنه، اسرائیل یعنی فرزند خدا، اسرائیل من و شما هستیم که به مسیح ایمان آوردیم، شاهزاده ها هستیم. خداوند ما رو عبور داده و باز نیز عبور خواهد داد. بله، چون خشم ایشان بر ما افروخته بود، آنگاه آبها ما را غرق می‌کرد و نهرها بر جان ما می‌گذشت. برای نابودی، برای هلاکت، اما چون خدا با اونها بوده حفظ شدن. چون خدا با ماست، بقیه شما بگید کیست بر ضد ما؟ رومیان 8:31 و مولوی میگه نیست نشان زندگی تا نرسد نشانت. وقتی که نشانه خدا در قلب من و تو هست که اون ما را حمایت میکنه، قوت ما هست، امید ما هست، چرا ترس؟ چرا آزردگی ها؟ حتی با اخبار بد و تندی که این روزها به گوش ما میرسند. بله، آنگاه آبهای پرزور از جان ما میگذشت. متبارک باد خداوند که ما را شکار برای دندانهای ایشان نساخت. آمین. متبارک باد خداوندی که من و شما را از خیلی از مشکلات عبور داده. آیا قدردانی میکنیم؟ حداقل خودمون به یاد بیاریم. آیا با دیگران در میون میذاریم؟ این گواهی ایمان ما میشه که خدای ما خدای زنده است، خدای محبته، ذات او ذات محبت هست و ما رو فراموش نمیکنه. خدای عدالته، او ما رو شکل خودش آفریده، ما رو تنها نمیذاره. بله، جان ما مثل مرغ از دام صیادان خلاص شد. آیا چه تجربه ای دارید که جانتون مثل یک مرغی که دست صیاد بوده رهایی پیدا کرده باشه؟ من بارها این گونه شدم و واقعا فکر میکنم تموم شده خیلی چیزا، ولی خداوند با فیضش دست منو گرفته. همه ما چه این تجربیاتی داریم و چقدر نیکوست که به یاد بیاریم. بله، دام گسسته شد و ما خلاصی یافتیم. اعانت ما به نام یهوه است که آسمان و زمین را آفرید. آمین، آمین. پیروزی من و تو، موفقیت من و تو از طرف خداوند است. وقتی که این کلام رو خدا برای من مکشوف کرد، مانند یک سخن دل این گونه گفتم: اگر از بحر، اگر از بحران‌های دیروز رستیم و امروز با دم و بازدمی زنده هستیم، به امید فردایی خوش دل بستیم، با توکل بر خداست که دیوار ترس را شکستیم. از این رو با تمام دل یهوه خدای زنده را میپرستیم. با تمام دلمون وانمود نمی کنیم چه این چیزی را. حقیقتا اون خدا رو دوست داریم، نه به خاطر ترس، نه به خاطر بهشت، نه فرار کردن از جهنم، بلکه به خاطر خودش عاشقش هستیم و دوستش داریم و ایمان داریم که اون نیز ما رو حمایت میکنه و هرگز ما رو تنها نخواهد گذاشت. با مشکلی و یا با موقعیت بد و یا موقعیتی که ما رو میترسونن، ما اجازه نخواهیم داد که این مشکلات حتی وسیله‌ای بشه که من با یک مشکل دیگه با اون روبرو بشم. خیلی موقع هستش که ما اون قصاصی رو که
در شریعت به ما آموختن. اگه کسی زد گوشت تو هم بزن تو گوشش، که مسیح برخلاف این رو تعلیم میده، میگه اگر کسی زد تو گوشت آن رو تا بیار، آن روی که از عدالت و محبت خدا پر شده. و امروز من و شما وقتی از محبت پر میشیم، از قوت او پر میشیم، دیگه قصاص رو قرار نمیدیم، کینه رو با کینه جواب نمیدیم، بدی رو با بدی جواب نخواهیم داد. اکثر موقعیت هایی که برای من و شما به وجود میاد توی سختی ها و مشکلات این هست که دیگران مقصر هستن، دیگران دلیل مشکلات ما هستن. اما وقتی در حضور خدا بریم، روح القدس برای ما باز میکنه که منم مقصر بودم در یک جایی. و به جای اینکه بیایم دیگران رو تقصیرکار کنیم و عمل متقابل با اونها داشته باشیم، بیایم حکیمانه عمل کنیم به آنچه که درست است. جهان آسیب خورده چنین موقعیت بدی است. شخص حکیمی وقتی که در زمانهای قدیم از یک سرزمینی میگذشته، به بازاری که میرسه متوجه میشه تعدادی یک جا جمع شدن و یه صدای ناله و فریاد مردانه. این شخص میره نزدیک، تو اون جمعیت نگاه میکنه یک جوانی رو دستاشو بستن و دارن با شلاق به اون میزنن و بدن اونم غرقه به خونه و داره بدنش هم میلرزه. فریاد میزنید چه کار دارید میکنید با این جوان؟ مگه این جوان چه کار کرده؟ یکی از اون نگهبانایی که اونجا بوده و نظارت میکرده میگه این مشروب خورده. میگه خب مشروب مگه چه اشکالی داره؟ حالا شراب خورده، مشروب خورده. میگه اشکالش اینه که برای بدن خیلی بده، به بدن ضرر میرسونه. همه مردم هم که اونجا بودن تایید میکنن آره مشروب برای بدن بده. میگه مشروب برای بدن بده، بعد این شلاقی که این داره به این میزنه، بدنش تیکه تیکه شده، غرقه به خون شده، این بد نیست؟ و از اونجا عبور میکنه. متاسفانه در طول تاریخ خیلی موقعا مشکلات رو با مشکل دیگه ای خواستن رفع کنن و این آسیبی شده برای تمام افرادی که مطیع چنین قوانینی بودن. بریم با هم دیگه نامه یعقوب 1-8 رو بخونیم. از شریف عزیزه جان خواهش میکنم لطفاً بخونن تا نسبت به مشکلات و رفع مشکلات بدونیم چگونه عمل کنیم. و اگر مشکلی هست این مشکلات رو نمیدونم، نمیگم باش کنار بیایم، باش سازه، ولی نمیگم ازش فرار کنیم. کنجکاو باشیم. چرا این مشکل ایجاد شده؟ چرا این سختی هستش؟ تا در حضور خدا بتونیم درمانش کنیم. بله؟ ای برادران من، هرگاه دچار آزمایش های گوناگون می شوید، بی نهایت شاد باشید. چون می دانید اگر خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود، بردباری شما بیشتر می شود. و وقتی بردباری شما کامل شود، شما انسان های کامل و می نقصی شده و به چیزی محتاج نخواهید بود. که این بستگی داره که چقدر ایمان من زنده است و اکتیف هست در حضور خدا، چقدر من رابطه دارم، چقدر اعتماد دارم به خدا. اما اگر تمام تمرکز من، حالا نه 90% تمرکز من روی مشکلاتم هست، یه 10% من به خدا ایمان دارم، با خدا در تماس هستم، کلام میخونم، همون 10% رو برکت خواهی گرفت. انتظار نداشته باش مثل فلانی که میگه من رفتم در حضور خدا، خدا با قلبم صحبت کرد، رفتم دعا کردم، اون فلانی زندگیش عوض شد، مشکلش برشته شد، شفا گرفت باشه. انتظار نداشت، چون 10% وقت گذاشتی. خداوند 100% برای تو ایستاده. من و شما آزادیم. از اون 100% 10% چه انتخاب کردیم؟ پس هیچ انتظاری نیست. امروز تمرکز ما کجاست؟ اگر تمرکز ما فقط کارمونه، توی کارمونم مشکلات هست. اگر تمرکزت توی خونه و زندگیت، تو اون خونه و زندگیت هم مشکلات هست. اما اگر تمرکزت در کناری که به موقعیت‌های زندگی هستش، به خدا هم دوخته شده و اجازه دادی خدا ناظر تمام موضوعات زندگی تو باشه، این رو بدون که خداوند رفع همه مشکلات رو خواهد کرد و به تو این آرامش و این قوت رو خواهد داد. بله؟ اگر کسی از شما فاقد حکمت باشد، آن را از خدا بخواهد و خدایی که همه چیز را با سخاوت می بخشد و انسان را سرزنش نمی کند،
آن را به او خواهد داد. آمین. انسان را سرزنش نمی کنه. خیلی موقع هستش که ما وقتی میریم از دیگران کمک بگیریم، در ابتدا اونا میگن خودت مقصری، تقصیر کار توی، این خودت بوده که این مشکل رو ایجاد کردی. غیر از این هست، شاید خودمون ناخودآگاه دیگران رو اینجوری سرزنش کرده باشیم، اما خدا سرزنش نمی کنه، چون خدا ذات محبتش اجازه نمیده بر ما داوری بد بکنه. ما رو درک میکنه، در محبت ادراکه، ما رو درک میکنه، نسبت به درکی که از من داره و من رو میفهمه من رو محبت میکنه، که حتی من میتونم با همسرم متفاوت باشم در این قسمت. بله؟ اما او باید با ایمان بخواهد و در فکر خود شک نداشته باشد. آمین. شک نداشته باشه که خدا غیر محبته، خدا غیر عدالته، خدا غیر حکمته، خدا غیر رحمت هست. شک نداشته باشه، مطمئن باشه خدا عادله، خدا محبته، خدا حکیمه، خدا رحیمه و با فیضش ما رو دستگیری میکنه. بله؟ چون آدم شکاک مانند موج دریاست که در برابر باد رانده و متلاطم میشود. چون این شخصی نباید گمان کند که از خداوند چیزی خواهد یافت، چون شخص دودل در تمام کارهای خود ناپایدار است. آمین. آمین. میتونیم برای این قسمت کلام خدا دست بزنیم؟ چون خدا محبتش رو به ما داره، برکتش که آرام خواهد به من و تو بده، اما ما غافلیم. انقدر به اون مشکلات و اون سختی ها نگاه میکنیم که دستامون هم اون سمت هستش، نه اینکه سمتی باشه که خداوند بگیریم. این درس رو امروز نمیتونیم تموم کنیم، هم خدمتتون عرض کردم میمونه برای هفته دیگه که به آیا نکات رو داریم؟ اون سه نکته رو میتونیم، سه نکته رو داشته باشیم اگر نسبت به دروس گذشته، که خوب نیست انسان تنها باشه. خب پرداختیم در هفته‌های گذشته که خوب نیست انسان در تفکر به اهدافش تنها باشد و بهترین هادی همانا خداست که هدایت کننده مشتاقان خود می باشد. پس اشتیاق باید از سمت ما باشه. نکته دوم، خوب نیست انسان در تصمیمات مهم تنها باشد و بهترین مشاور همانا خداست که حمایت کننده مریدان خود می باشد. و نکته سوم، خوب نیست انسان در پذیرش مسئولیت ها تنها باشد و بهترین پشتیبان همانا خداست که متوکلان خود را حامی می باشد. اگر عزیزان تا به حالا کلیسا نبودن، در هر صورت نتوانستین این دروس رو ببینید، میتونید روی فیسبوک یا روی یوتیوب اون رو مشاهده کنید. و عیسی مسیح نیز در رابطه با سختی‌ها و مشکلات به ما میآموزه در انجیل متی 6:34، پس قصه فردا را نخورید، چون خدا در فکر فردای شما نیز می باشد. مشکلات هر روزه برای همان روز کافی است، لازم نیست مشکلات روز بعد را نیز با خود بکشید. بی خیالی رو تکرار نمی‌کنه، بلکه به ما می‌آموزه در کنار مسئولیت‌هامون نسبت به خودمون، خلق و خدا، رابطه ما با خدا، این رو بدونیم که دست حمایت خدا با ما خواهد بود. از او دست یاری بگیریم و مجال این رو ندیم که در غم و اندوه و ترس قرار بگیریم. با ماست. یک بار دیگه بشنوم، کیست بر ضد ما؟ لحظه لطفا سرهای خودمون رو خم کنیم نسبت به کلامی رو که شنیدیم. اگر تصور میکنی قسمتی از زندگیت هست که ترس، نگرانی، آشفتگی اون رو در بر گرفته، فکرتو مشغول کرده، نسبت به جسمت هست، رابطت هستش، بیزینس و کارت هست، اقامت در این سرزمین و هر سرزمینی که هستی هستش و هر موقعیت دیگه ای که هستی، اینو بدون خدا قادره. و خبر خوش اینه که خدا میخواد و خدا میتونه من و شما رو دستگیری کنه نسبت به اون مشکلات. فقط مطابقات که کلامش میگه ارمیا 33:3، مرا میگه بخوان تا تو رو اجابت کنم و از آنچه که نمیدانی تو رو مطلع سازم. پدر آسمانی، خدای قدوس، اینک از تو میخوام مطابق فیض در نام عیسی مسیح عمل در چنین روزی که ای خداوند تو مقید کردی تمام مردم جهان
اندیشهشون روی محبت باشه خداوند، روی عشق باشه. وجود همه عزیزانی که در کلیسا هستن، عزیزانی که بیننده خدا این جلسه هستن رو اینک بشور از هر ترس و نگرانی، از هر خستگی، آزردگی خداوند، و قوت تو و آرامش تو و محبت تو و حکمت تو ای خداوند جایگزین بشه و تو عزیزان رو برکت بدی، قبل از اینکه ای خدا به مصلحت‌های دلشون و رفع هر مشکلی ای خداوند برسن و ببینن اون رو، چشمانداز روح آنان پیروزی و موفقیتی باشه که تو بر آنان مهیا کردی. اینک ادامه حیاتمون رو ای پدر جان به دستان پر جلال تو میسپاریم که قوت تو و محبت تو ما رو حمایت کنه، در نام عیسی مسیح آمین. آمین که با ایمان دریافت کنید. یک بار دیگه روز والنتاین رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضش شما عزیزان رو برکت بده. لطفا چراغای وسط روشن کنیم. قسمت دیگه ای از خدمت ما همونگونه که میدونیم جمع‌آوری هدایا و دهیه هست. مهمانان ما در این قسمت آزاد باشن. ما در این مسیر سعی میکنیم که رویاهای خودمون رو به کمال برسونیم. سازمان ونگارد پیس میکرز که تأسیس کننده این کلیسا هستش، وابسته به هیچ سازمانی نیست و با هدایا و دهیه که اعضای کلیسا و شبکه امید جاودان توانسته این خدمت رو در طول این سالها داشته باشه. مشروطه برای اینکه مایل هستید چکی رو ارائه کنید به نام PWOC و اگر عزیزان روی سایت میخوان دونیشن کمک کنن، بازم میتونن روی سایت ما pwoc.church برن، قسمت دونیشن رو میتونن کلیک کنن و اون مبلغی که در قلبتون هست میتونید بپردازید. و اگر مایل هستید چکی رو برای کلیسا بفرستید به آدرس 7475 فالبروک اونیا بست هیلز زیپ کد 91307 میتونید بفرستید. ما مطابق کلام خدا ایمان داریم آنچه که در مسیر اراده خداوند میدیم خدا با فیضش به ما برمیگردونه بیشتر از اون رو، اما ما به خاطر برگردوندن این کارو نمی کنیم. ما میدونیم که ایران و ایرانیان نیاز به نجات دارن و در این قلمرو ایستادیم تا نام او رو جلال بدیم، حتی با درآمد مالی. خداوند از تو میخوام در نام عیسی مسیح دهندگان هدایا و دهیه رو برکت بده و زندگی آنان را مبارک بخوان و به ما این حکمت رو بده که ای پدر در مسیر اراده تو از آنچه که یافت میشه ای خدا استفاده کنیم، و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین آمین آمین.